که امروز چه خبر بود؟ در شهرهای مختلف ایران قرار بود مردم ساعت 5 بعد از ظهر به خیابان برن، حضور داشته باشن. چه فیلم هایی تا حالا برای شما رسیده که یکی از مهمترین منابع انتشار این فیلم ها در اجتماع خارج از کشور هستید؟ ما یه هشتگی رو اعلام کرده بودیم تحت عنوان دختر خیابان انقلاب کجاست، و خب برمیگرده به همون فیلم معروفی که یکی از زنان ایرانی شال سفیدش رو به مثابه یک پرچم اعتراضی روی چوبی بسته بود و در خیابان انقلاب، یکی از تقاطع خیابان انقلاب و وصال، یکی از پرترددترین خیابان‌ها پرچم اعتراضیش رو بالا برد و همزمان شده بود با راهپیمایی‌ها و تظاهرات سراسری. و از سوی دیگه این حرکت کاملا مسالمت آمیز، کاملا در صلح و مدنی، همراه شد با اظهار نظر آقای ظریف و آقای روحانی که در توییتر هم به انگلیسی نوشتن و اعلام کردن که جمهوری اسلامی حق اعتراض مسالمت آمیز رو برای شهروندانش قائله. من هم بر اساس هشتگی که اعلام کردم در واقع از مخاطبان دعوت کردم که توضیح بدن چه حرکتی مسالمت آمیزتر از حرکت همین دختری که شال سفیدش رو در خیابون تکون میده، چه حرکتی غیر خشونت آمیزتر و مدنی تر از حرکت دختری که حتی حرف نزد، شعار نداد. و خب استقبال زیادی شد، از شهرهای مختلف هم فیلم فرستادن. قرار این بوده که در شبکه‌های مجازی در توییتر طوفانی ایجاد بشه با همین هشتگ که در ساعات اولیه جزو اولین ترند توییتر شده بود و مهمترین قسمت اکت واقعی بود در خیابان‌های ایران. فیلم‌هایی که اومده شگفت انگیزه، ترس مردم فرو ریخته. من خودم بارها وقتی فیلمی رو از یه زنی دریافت می‌کنم سوال میکنم ازش که مطمئن هستی که این فیلم میخوای منتشر بشه؟ چون همانند گذشته نیست، آزادی ها دیگه یواشکی نیست، فیلم ها دیگه از پشت سر نیست، فیلم ها دیگه نیمرخ و با ترس و لرز نیست، رو به دوربینه، شجاعانه است. دقیقا مثل تظاهرات سراسری اگر دقت کرده باشین، فیلم هایی که میومد بیرون شاید مردانه تر بود و حجم و تعداد مردانی که در تظاهرات حضور داشتن بیشتر بود، اما صدای غالب، صدای مسلط، صدای زنان بود. یعنی جایی که قرار بود سخنی گفته بشه، بیانی با صدای بلند مطرح بشه، نظری عنوان بشه، حتما یک زنی بود که رو به دوربین داشت سخنرانی میکرد و اون زنان طبقه کارگر بودن، بدون ترس، با شجاعت، سخنوران اصلی راهپیمایی ها و تظاهرات سراسری بودن. امروز هم من دیدم فیلمی منتشر شده، یعنی شما هم میتونید ببینید، هم یعنی هم میبینم که دارید پخش میکنید، زنی که امتداد دختر خیابان انقلابه، لباس سفید پوشیده اما شالش رو، شال سیاهش رو توی آسمون داره تکون میده توی خیابون و هیچ حرفی هم نمیگه به جز یک کلمه آزادی. البته یک جایی وقتی راننده ها از کنارش رد میشن و بهش توجه میکنن، من احساس میکنم اونجا نقطه وصل زنان میتونه بشه و جامعه‌ای که از کنار زنان بارها عبور میکنه صدای اعتراض زنان رو بشنون، همراهشون باشن. که البته میبینید تو شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های دیگه هم اومده که زن و مرد کنار هم دیگه هستن. همسری که فیلم فرستاده و تاکید میکنه که ما همین الان ماشینمون رو از توقیف تحویل گرفتیم، ماشینشون رو تحویل میگیرن به معنی اینه که باید عقب نشینی بکنن. چرا؟ چون هزینه ای بر اونها تأمین میشه، چون وقتی از اونها گرفته میشه. ولی زن و شوهر با لبخند رو به دوربین اعلام میکنن که پلیس هم پشت سر ماست، اما ما توی خیابون با نماد سفید اومدیم. چرا؟ چون میدونیم که حق دادنی نیست، برای حق، برای آزادی از دست رفته باید تلاش بکنیم و همه همراه باشیم. چهارشنبه امروز هم مثل چهارشنبه گذشته بود، با این تفاوت که فیلم ها خیلی شجاعانه تر بود، حرف ها خیلی قوی تر بود و همه هم یک جمله رو تکرار کردن که اگر دختر خیابان انقلاب رو بازداشت کردیم هیچ فایده ای نخواهد داشت، چون این دختر تکثیر میشه در شهرهای مختلف ایران. خانم علی نژاد، نکته همین فرو ریختن دیواره های ترس در درون جامعه است. برخی از کارشناسان میگن تلاشی که در سالهای گذشته گروه‌های مختلف کردن، از جمله خود شما، و اون هم مسلح کردن مردم به سلاح بوده. حالا سلاح آگاهی که خیلی ها رسوندن، یکی هم سلاح همین تلفن‌های همراه که شما خیلی از زنای ایرانی رو در این سالها به این سلاح مسلح کردی، فرستادیشون تو خیابون، گفتی از کسانی که به شما تعرض می‌کنند، از کسانی که مزاحم شما میشن فیلم بگیرید و منتشر می‌کنید. فکر می‌کنید تا چه اندازه این مسلح شدن جامعه به ابزار نو آگاهی و اطلاع رسانی در فرو ریختن دیواره‌های ترس اجتماعی تأثیر گذاشته؟ ببینید، من فکر میکنم یکی از بنیانهای اصلی حکومت ترسه، ترسی که در واقع چنان در ما نهادینه شده که ما فقط از زندان و تبعید و سانسور و از دست دادن حقوق شهروندیمون هم نمیترسیم،
ما حتی از قضاوت های آدم ها هم میترسیم. ما حتی از قضاوتی که جامعه ما رو میکنه، مدرسه قضاوتمون میکنه، دوستانمون قضاوتمون میکنن، ما حتی از پوزخند های آدم ها میترسیم. ما چقدر در تمام این سالها ترسیدیم به خاطر شستشوی مغزی که جامعه رو دادن که موضوع حجاب موضوع پیش پا افتاده ایه، یا اینکه مثلا که چی حالا مشکلات همه حل شده، آیا فقط حجاب مونده؟ بنابراین ترس فقط ترس از زندان نیست، فقط ترس از سرکوب نیست، ترس از ترور شخصیتی هم هست، ترس از اینکه شما رو بهتون انگ بزنن که جاسوس هستی، مزدور هستی، بهتون انگ بزنن که شما در واقع وطن فروش هستی، کشورتون رو دوست ندارید. همه اینها آدم ها رو زخمی میکنه. من مثال روشنش رو برمیگردونم به یه تجربه شخصی خودم که وقتی توی ایران بودم، 19 ساله بودم، حامله بودم، زندانی که شدم، خانواده من، برادرام، پدرم تنها موندن. چرا؟ به خاطر اینکه توی اون فضای کوچیک و بسته روستایی این تصور رو ایجاد کرده بودم برای خانواده من که شما در حالت زندانی شدن فرزندتون اطلاع رسانی بکنید، همه میفهمن که بچه شما ضد انقلاب، خرابکار، منافق، حالا اصطلاحات اون موقع تغییر کرده و الان مزدور جاسوس اسرائیل و آمریکا و CIA. ولی همون ترس هنوز در بدنه جامعه وجود داره. بنابراین من فکر میکنم دوربین که حالا من به عنوان اسلحه ازش یاد میکنم، مهمترین اتفاقی که داره در جامعه الان ایجاد میکنه این نیست که ما ترسمون از حکومت میریزه، ما ترسی که از خودمون داریم، از اطرافمون داریم، از قضاوت ها داریم، از جامعه داریم، اون هیسیسایی که با ما تحمیل کردن رو اونو داریم میشکنیم. ما داریم یه طرف میندازیم روی دیواره تردیدی که ایجاد شده مبنی بر اینکه شما با عنوان یه زن حق نداری حرف بزنی، یا اون باورهایی که ما گفتن من سیاسی نیستم، من کاری به کار سیاست ندارم، و نتونستیم در تمام این سالها به جامعه به باورمون که شما اگر با سیاست کار ندارید، سیاست حتما با شما کار داره. و در بزنگوهای مختلف کسانی که اساساً شعار میدادن که سیاسی نیستن، زندگیشون دستخوش همون اتفاقات و تغییرات سیاسی میشه که در برابرش سکوت کردن. بنابراین از دیدگاه من این رو با قاطعیت میگم، یک نظر کاملا شخصیه، ولی چون تجربه شخصیم نشون داده که موفق شدم و تونستم بر ترس درونی و شخصی خودم غلبه بکنم، مهمترین عامل اتحاد، همدلی و حرکت کردن و تغییر کلان ایجاد کردن اینه که ما با بر ترس خودمون غلبه بکنیم. ما نترسیم از قضاوت‌های دیگران و دست یاری دراز بکنیم به هر کسی که حتی اگر مخالف عقیده ما فکر میکنه اما در جاهایی دغدغه مشترک داره مبنی بر آزادی بیان، آزادی اندیشه، و ما میتونیم در کنار هم قوی تر باشیم. اون تردید، ترس و هزار شقیقی و هزار پارگی که به وجود آورده رو حکومت به وجود آورده و در ما هم نهادینه شده رو خود ما هم که میتونیم از بین ببریم. بنابراین انتشار این ویدیوها یک شبه نمیتونه یک دیکتاتور رو در واقع به تعبیر عامیانه کله پا بکنه، اما میتونه اون توده استبداد زده، اون تفکر غلطی که در تک تک ما نهادینه شده که ما کاری نیستیم، ما فقط نظاره‌گریم، ما اصلا سیاسی نیستیم، ما کاری به کار سیاست نداریم، اون بی‌تفاوتی، اون کرخی جامعه رو ازش بگیره که اگر فردا در خیابون جوونی میاد و با تن و لباس خونین سخنرانی میکنه، مردم نظارگرش نباشن. اگر فردا دختری میاد شال سفیدش رو یه تکه چوب بالا میبره، مردم فقط تماشاگر نباشن، مردم حرکت بکنن، درک کنن و بدونن که هر حرکت کوچیکی، هر ایستادگی و هر کنش کوچکی میتونه آغازگر یه تحول بزرگ باشه و رسیدن به یک جامعه بهتر. خانم علی نژاد، کنار این گفته بسیار بسیار قوی و دقیقی که شما ارائه کردید، این تحلیل دقیقی که شما ارائه کردید، گروهی از حالا همکاران رسانه‌ای خودمون که شاید پیشتر از اینها با من و شما در یک تحریریه در روزنامه‌های داخل ایران همکار بودن، میکوشن که اتفاقات چند هفته اخیر رو قیام پابرهنگان، قیام گرسنگان، قیام توهیدستان، قیام فرومایگان، یه اصلا عجیب برای من جالبه که اینها عدم ترس رو به گرسنگی پیوند میدن. در این که بسیاری از هموطنانمون و بسیاری از مردم شریف کشورمون با فقر سالهاست دارن دست و پنجه نرم میکنن، من و شما هم از خانواده های پولداری نیامدیم، من و شما هم طعم فقر رو هر دوتامون چشیدیم، ولی چرا برخی از دوستان و همکاران رسانه‌ای کوشش میکنن تظاهرات سراسری مردم ایران رو در حد نان و شکم تنزل بدن؟ ببینید، من بازم ترجیح میدم یه تجربه و مثال شخصی رو بزنم که برای کسی که منو گوش میکنه ملموس باشه که از چه چیزی حرف میزنم.
یک زمانی توی خانواده ای من بزرگ شدم که واقعا نان حرف اصلی رو میزد، حرف اول رو میزد، یعنی غم نان انقدر مهم بود که اگر من توقع این رو داشتم که به من آزادی بدن که مثل برادرم دوچرخه سواری بکنم، یه حرف بی‌معنی به نظر می‌رسید. یک زمانی غم نان انقدر مهم بود که اگر من میگفتم چرا من نمیتونم آواز بکنم، چرا من نمیتونم برم کنار رودخونه شنا بکنم، چرا من نمیتونم لذتی که برادر من میبره، آزادیایی که او داره، آزادیایی که بقیه مردان و پسران جامعه دارن رو داشته باشم، برای دیگری کمی مضحک به نظر می‌رسید. چرا؟ چون باوری رو که در بهش در واقع ازش تغذیه شده، رسانه‌های اصلی و تمام نظام و سیستم آموزشی این رو آموزش میده به پدران و مادران ما و به جامعهمون که شما اول باید فکر نان باشی. چرا؟ چون خربزه آبه. یعنی از تمام ضرب المثل ها، از تمام گفته ها و از تمام نظام برنامه هایی که وجود داره استفاده شده تا این رو در واقع به من به عنوان شهروند بباورونه که تو زمانی که یک همسایه تو نیازمند هست، زمانی که خودت نیازمند هستی، باید به فکر نان باشی، خربزه آبه. و هیچ وقت نیومدن برای ما این رو در واقع یک تشکل مدنی، نهادهای مدنی و انجیو هایی نبودن که آموزش بدن هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ خواسته و مطالبه ای اولویت بر دیگری نداره. همه اینها در کنار همه و مکمل همه. و مثل اینه که شما برید وارد یک مثلا دندون پزشکی بشید و یقه دندون پزشک رو بگیرید و بهش بگید که الان مردم دارن از قلب درد، از سرطان، از بیماری ریه رنج میکشن، شما فقط گیر دادی به دندان. یعنی موضوع اینقدر به همین سادگیه که یک پزشکی که داره مشکل دندان درد یک مریض رو برطرف میکنه، قطعا میدونه که پزشک دیگری در جامعه هست که اون پزشک به بیماری قلبی افراد رسیدگی میکنه. مشکل آب و نان و آزادی و کار هم همین، به همین سادگی. من واقعا سعی کردم یک مثالی بزنم که باهاش سالها خودم رو گول زدم و میگفتم من حاضرم همین شال سرم باشه یه تکه پارچه است دیگه، ولی برم تو دل نماینده‌های مجلس و فساد سیاسی رو افشا بکنم. و هیچ وقت نفهمیدم وقتی نماینده‌ای که تمام پرسش‌های سیاسی من رو با این جمله تحقیرآمیز جواب میده که اول موهات بپوشون بعد سوالات بپرس، بهتره که من اول از حق انتخاب خودم دفاع بکنم در برابر اون نماینده. من خودم قربانی اون شستشوی محضی بودم. بنابراین انگشت اتهامم رو از سوی آدم‌ها میکشم کنار، یعنی اونها رو متهم نمیکنم که چرا ما رو زخمی میکنید، برای چی شما دارید از غم، گرسنگی و نیاز مردم سوء استفاده میکنید. سعی میکنم باهاشون گفتگو کنم و بگم متاسفانه در تمام این سالها، متاسفانه از فقر ما، فقر یه آدمی مثل من سوء استفاده کردن یه بخشی از حکومت تا با فقر ما عکسای یادگاری بگیرن، تا با فقر ما در واقع بتونن مقاله های سیاسی بنویسن، مانیفست بیانی های سیاسی منتشر بکنن، ولی اجازه ندن من فقیر، منی که از خودم از یه خانواده فقیر اومدم، خودم رو نمایندگی بکنم. جامعه به این درصد از شعور و آگاهی الان رسیده که در همین تظاهرات سراسری شما میبینید که زنان وقتی پوستر رو بالا میبرن، نوشته ای که روی اون هست از حرفای تمام همین تحلیلگرانی که دارن اعتراضات مردم رو فقط به شکمهای گرسنه رفت میدن، تراتر رفته و قویتره. میگه هم از فقر مینالیم، هم از فرق، یعنی تبعیض. یا اون شهروندی که کارگری که میاد و فریاد میزنه میگه که من نان زن بچم رو نمیتونم مهیا بکنم، در کنارش چه مبحثی رو مطرح میکنه؟ دخالت دین توی حوزه سیاست رو مطرح میکنه، دخالت دین توی شخصی ترین انتخاب زندگیش رو مطرح میکنه و با صدای بلند اعلام میکنه. همون کارگری که شما برای فقرش ناله میکنی و فقر او رو بر سر زنان میزنی که الان وقتش نیست که شما اعتراض خودت رو مطرح بکنی، اون کارگر به زیبایی میسته کنار زنان و از حق و حقوق اونها دفاع میکنه. شعارهایی که مطرح شده شعارهایی که مشخصا میگه خواسته افکار عمومی چه هست، کار، نان، آزادی، یا مباحثی که مطرح میشه مستقیم و مشخصا روحانیون رو بهش انتقاد میکنه، به خاطر چه هست؟ به خاطر اینکه از سن 7 سالگی روحانیون پاشون توی همه حریمای زندگی ما بوده. بحثی که دخالت جمهوری اسلامی در غزه و لبنان رو مطرح میکنه، اینا چه هست؟ اینا آیا فقط یعنی ما باید بگیم از اسرائیل خط گرفتن، از آمریکا خط گرفتن و مردم در زندگی شخصی خودشون این تفاوت‌ها و شکاف طبقاتی که ایجاد شده ارسال پول‌هاشون رو به کشورهای دیگه نمی‌بینن و
و فقط دارن از دیگران خط میگیرن. بنابراین من گاهی وقتا احساس میکنم که یک جماعتی با آگاهی این کار رو میکنن که تضعیف میکنن، اما بخشی دیگه از جامعه، همونجور که از خودم شخصا مثال دادم، ممکنه به دلیل شستشوی مغزی و باور غلط احساس میکنن که الان وقتش نیست، اولویت ما فقره. ولی به نظر من اولویت بندی کردن مطالبات شهروندان ایرانی بزرگترین ضربه رو به اونها میزنه. هممون مکمل هم هستیم و مثل یک زنجیره به هم وصل. بسیار ممنونم. از آمریکا اسرائیل یاد کردی، از برادر زن صدام یاد نکردی، گفتم یادآوری کنم این وقتی حقش ضایع نشه در نقشی که داشته. حالا شما فقط برادر زن صدام رو میگیم، ولی من میخوام اینجا یک مطلب دیگه رو هم بگم. ببینید اخیراً تمام برنامه های تلویزیونی رو که نگاه میکنین، حتی نشستی که اینجا در شورای امنیت هم شد، سفیر ایران در نیویورک هم صحبت میکنه، سعی میکنه تمام اعتراضات رو وصل بکنه به چند تا کانال تلگرامی. و حالا مثلا فرض میکنیم وصل میکنه به کسانی که قبلا مثلا خودشون موجی تلویزیون بودن، ولی حالا الان خود جمهوری اسلامی منتقد اونا شده. و خیلی ساده میخوام اینو بگم که مردم ایران نه چشمشون به مسیح علی نژاده، نه چشمشون به تلگرام اینا اونه، نه چشمشون به رضا پهلویه، نه چشمشون به هیچ کسی نیست بیرون ایران. واقعا الان اگر نگاه بکنین، هر کدوم از ماها فراخوان بگیم، اعلام بکنیم، مردم بیاین تو خیابون این کارو بکنیم، مردم این کارو نمیکنن تا زمانی که خودشون نخوان، تا زمانی که خودشون احساس نکنن که اعتراضی دارن و الان بسترش مهیا هستش و میتونن صدای خودشون رو بلند بکنن. همین الان هم من هیچ کاری نکردم در مورد اعتراض چهارشنبه های سفید، چون که من بارها اتفاق افتاد که راجع به موضوعات مختلف فراخوان دادم توی شبکه‌های اجتماعی، اعلام کردم که راجع به این قضیه موضوع گیری می‌کنم، اما مردم این کارو نکردن. ولی وقتی که در مورد موضوعی خودشون احساس میکنن که ضرورت داره باید اعتراض بکنن، منتظر فراخوان هیچ کانال و شبکه تلویزیونی خارج کشور نمیمونن. بنابراین می‌خواستم بگم حالا علاوه بر اسرائیل و آمریکا و برادر زن صدام، من حتی خودم کانال‌های تلگرامی خارج کشور و ایرانیانی که خارج کشور هستن رو هم فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی داره ازش مامانی یک ابزار بهانه استفاده می‌کنه برای سرکوب و نشونه گرفتن این اعتراضات، در حالی که گوششون رو وا بکنن در دو قدمی خودشون مردمی هستن که اعتراض دارن و منتظر فراخوان هیچ کی هم نمی‌مونن. بی نهایت ممنونم، بسیار نقد به جا و صحیحی است. اما خانم علی‌نژاد، مشخصا برگردیم به قدرت و توانایی زنان در برانگیختن جامعه به سمت مبارزه های مدنی. خب زنان بیشتر از مردها در این سالها متاسفانه سرکوب شدن، این واقعیتی است که بایستی اول بپذیریم و بعد بفهمیم به واسطه این سرکوبی که شدن اکنون شور مبارزاتی بیشتری دارن. چرا فکر میکنید که موتور مبارزه امروز جامعه میتونه زنان مبارزی باشه که برای حقوق حقشون و مبارزات مدنیشون به خیابان میان یا در حوزه های گوناگون فعالیت میکنن؟ زنان در تمام این سالها، من فکر میکنم یه اتفاق درخشانی که براشون افتاده اینه که یه قدرت خارق العاده‌ای پیدا کردن در برابر کسانی که هر روز زندگیشون دخالت کردن. درسته که تلخ بود، درسته که اصلا دردناکه که وقتی شما بیرون میری یه هویت کاذب رو همیشه داری با خودت گدک میکشی و با خودت میبری، از همون که گفتم سن 7 سالگی، ولی این یه قدرتی رو به زنان داده. نمیخوام خیلی بزرگ بکنم این بزرگ نمایی بکنم و نقش مردها رو در تظاهرات سراسری نادیده بگیرم، ولی صدای غالب و صدای مسلطی که در دنیا شنیده شده صدای زنان بوده. برای این که فکر میکنم زنان یاد گرفتن جلوی گشت ارشاد بیستن و فریاد بزنن، زنان یاد گرفتن که هر بار مردها رو سرکوب کردن و تحت عنوان این که شما نانآور خانه هستید، الان اگر شما رو ببرن زندان دیگه نمیتونید تأمین زندگی خانواده رو بکنید، زنان یاد گرفتن با صدای بلند بیان و صدای مردان رو از تو فضای سنتی رو من دارم مثال میزنم، همون جایی که من خودم توش بزرگ شدم که میگفتن مرد نانآور خانه هست و باید که مراقبت بیشتر بکنه، احتیاط بکنه تا زندگی شخصیش دچار بحران نشه. و زن چون احساس میکرد که این تصور باور سنتی بود داره، میرفت سینه سپر میکرد و همه جا از حق و حقوق خانواده دفاع میکرد. یعنی میخوام بگم همون باورها و آموزش‌های سنتی که ازش استفاده کردن تا زن رو به عنوان شهروند درجه 2 قرار بدن، به زن یه قدرت داده که میتونه بره و حق خودش رو پس بگیره. شما توی اعتراضات سال 88 هم تعداد زیادی کشته شدن، بیش از 100 نفر کشته شدن. وقتی که نگاه میکنید ببینید بیشترین مصاحبه‌هایی که انجام شد، افشاگری‌هایی که صورت گرفت از سوی مادران بود. مطمئنم پدران زیادی هم اطلاع رسانی کردن، ولی اون صدایی که بلند شد
و وادار کرد حکومت رو که حکومت رو شرمسار کرد در جامعه جهانی. صدای زنان، صدای مادران. الان هم من فکر میکنم در سرکوب‌های اخیر البته هنوز فشار خیلی زیاده و من نمیدونم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی من فکر میکنم که مادران یه جایی دوباره شکوفا میشن و حرف میزنن و رازهای پشت پرده رو افشا میکنن. امکان نداره که در زندانی که دوربین های مدار بسته وجود داره، امکان نداره در زندانی که این همه زندانی ها هستن و شهادت میدن، گواهی میدن که سرویس های بهداشتی در واقع فضایی برای خودکشی نیست، 5 تا زندانی رو از بین ببرن و اعلام بکنن که اونها خودشون رو کشتن، یا بگن اصلا داخل زندان نبودن و این بخواد زیر ابر پنهان بمونه. خیلی دردناکه، ولی فکر میکنم یک جای مسئولیت مادران دوباره رو شونه هاشون سنگینی خواهد کرد و مادران هم که دوباره افشاگری میکنن. تا این لحظه هنوز هیچ مادری حرفی نزد و این نشون میده، این اوج سرکوب و غمی رو داره نشون میده که حکومت داره کار خودش رو پیش میبره. ولی باز هم من فکر میکنم مادرانی که در دهه های مختلف این رنج رو کشیدن، از دهه 60 گرفته تا همین خرداد 88 به این سو، میتونن یه نیروی محرکه و قوت قلبی باشن برای مادرانی که این روزها داغ دارن، تا یه بار دیگه جامعه جهانی ببینه که کهریزک نه تنها بسته نشد بلکه به سراسر ایران تکثیر شد. قرار بود که رأی و امید تکرار بشه، ولی کهریزک تکرار شد. به نظر من در چنین شرایطی باز هم چشم جامعه ایرانی به مادران خواهد بود که ببینن مادران چه کار میکنن تا یه بار دیگه اسم ایران رو به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر خصوصا در سرکوب‌های اخیر بتونن به جامعه جهانی و خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل ارائه بکنن. ممنونم. یادآوری میکنم که منظور خانم علی‌نژاد از اسم ایران، اسم حکومت حاکم بر کشور عزیزمون ایران یعنی جمهوری اسلامی هست. قبلا تصحیح کردیم حتما همینطوره و چقدرم خوب شد که این رو گفتیم، چون وقتی که ما اطلاع رسانی میکنیم در مورد نقض حقوق بشر به ما میگن شما آبروی ایران رو میبرید، و خیلی خوب شد توضیح دادین کسی که آبروی ایران رو میبره همین کهریزکیه که تکرار شد و تکثیر شد. مردم ایران که اعتراض میکنن، اتفاقا همیشه تاکید میکنم که آبروی ایرانن. بی نهایت سپاسگزارم خانم علی‌نژاد. پیش دستی کردید رفتید به بخش بعدی گفتگومون در مورد حوادثی که رخ داده و یه صحبت‌های بسیار آتشینی که خود شما در مورد اموال عمومی و بعد هم کشته شدگان کردید. اما قبل از اون میخوام از همکارم از اتاق فرمان خواهش کنم، چون در مورد زنان صحبت کردیم، چند تا از ویدیوهایی که زنان ایرانی، زنانی که برای کمپین آزادی‌های یواشکی که حالا ما خود خانم علی‌نژاد اینجا هستند و در حقیقت کاپی رایتش از خودشون تقاضا میکنیم اجازه بدن به ما بدن که ما پخش کنیم، چند تا از ویدیوهایی که زنان ایرانی صحبت کردند رو پخش کنیم. صدای اونها بهتر که صدای اونها رو بشنویم. من زیاد حرف زدم. بی نهایت ممنونم. خیلی کوتاه چند تا از اینها رو ببینیم بشنویم، برگردیم با مسیح علی‌نژاد. همراه شما هستیم. از دوستانی هم که روی خط تلفن هستن پوزش میطلبم، حتما تلفن ها رو هم در طول برنامه باز خواهیم کرد در ساعت پیش رو. جواب زجرهایی که من کشیدم.
ازت فیلم بگیرم؟ آره بگیر. بگو. من حالا این شده میمیرم. تو جوونه میگو شما پیرا دستاتونو بردید بالا ما رو بدبخت کردید. حالا ما دستامونو میاریم بالا. من زن سینما سپر میکنم. شما به نمایندگی به نمایندگی از تمام ملت ایران میایید. سلام. امروز 9 دی 96 من به حمایت از اون دختر خانم نازنینی که یکی و تنها پرچم سفید حق و بالا گرفته بود در میدان انقلاب، از خونه تا محل کارم که الان دارم میرم بدون حجاب اجباری هستم تو خیابون. مسیح عزیز، این فیلمو برای شما میگیرم، برای کمپین چهارشنبه های سفید میگیرم. پیروزی ما نزدیک است، به امید پیروزی هر چه سریعتر. حجابم درست بود، هم هیچ کار بدی انجام نمیدادم، هیچ تخلفی انجام نمیدادم که ماشینم خوابوندن. بعد از 3 هفته اومدم خلافی ماشین رو دادم، همه مراحل قانونیش رو طی کردم. 5 دقیقه از وقت اعتراضشون گذشته میگن کارتو انجام نمیدم، فردا بیا. هیچ جا هم نیستش که ما بتونیم شکایت کنیم یا حتی اعتراضمون رو بگیم. مسیح جان، میخواستم ازت تشکر کنم. توی مدت خیلی زحمت کشیدی، پشت کار داشتی برای کمپین چهارشنبه های سفید که صدای ما رو به گوش همه دنیا برسونی. خب ما زنان باهات همکاری کردیم، برات عکس و فیلم دادیم و پشتت وایسادیم و الان بیشتر جاهای دنیا، بیشتر کانالای دنیا ما رو نشون دادن و همه مردم دنیا میدونن این روسری که رو سر ماست به اجباره، به خواست خودمون نیست. ولی میخواستم در مورد این دختری بگم که چهارشنبه گذشته با شجاعت تو میدون انقلاب روسریشو بالای چوب برد و چرخوند بدون حجاب. این دختر نه از خودش عکس گرفت، نه فیلم گرفت، نه خودشو معرفی کرد، نه عکسی برای کمپین فرستاد، فقط وایساد و اعتراضشو به اون قشنگی نشون داد. خیلی دختر شجاعی بود. هیچ کدوممون نمیدونیم این زن کیه و الان چه اتفاقی واسش افتاده، الان کجاست و چه بلایی سرش اومده. و من میخوام از بقیه خانوما از این به بعد به جای اینکه روسریشون رو بندازن و عکس بگیرن، روسریامونو سر روسریه و شالای سفیدمونو سر چوب کنیم و تکون بدیم و هممون عکس و فیلم برسونیم و پشت این دختر رو بگیریم. این دختر یه قهرمانه. امیدوارم که روزی به خواسته هامون برسیم و همه زنای ایران مثل این دختر شجاع و از خود گذشته باشن. تصاویری که دیدید برگرفته از صفحه آزادی‌های یواشکی است که توسط مسیح علی‌نژاد داره میشه و عزیزانی که از داخل ایران فیلم و تصویرشون رو برای مسیح میفرستند. خانم علی‌نژاد، میدونم که هیچ رابطه‌ای با برادر زن صدام ندارید، از آمریکا و انگلیس هم هیچ پولی دریافت، آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم هیچ پولی دریافت نمی‌کنید و همون جوری که این خانم گفت، تنها حامی شما همون کسانی هستن، زنانی هستن که به گفته این خانم از داخل کشور با شما همکاری می‌کنن و شما رو حمایت می‌کنن. درست میگم؟ من اگر همین الان به من یه رسانه‌ای در داخل ایران بدن، شاید برای خیلی از همکارای من تصمیم گرفتن در این مورد آسون نباشه، ولی من خیلی راحت میگم، حتی گاهی وقتا همسرم رو هم از این صراحتم شاید دلگیر و ناراحت میشه، ولی واقعیت اینه که به من رسانه آزاد بدن، در کشور خودم میرم زندگی میکنم و دلم میخواد همه حرفایی که اینجا خارج ایران از رسانه‌ها دارم استفاده میکنم تا در واقع صدای بی صداها باشم، همه اینا رو توی رسانه داخل کشور خودم بتونم انجام بدم. دیگه از این واضح‌تر من نمیدونم چی باید بگم. شما نمیدونید
نرگس محمدی، آتنا دائمی، گلرخ ایرانی رو همین الان بندازینشون توی زندان و هیچ رسانه‌ای حتی یک خط خبر در مورد اونها ننویسه و بعد به ما هم بگین که شما رفتین از بیرون دارین از اسرائیل و آمریکا خط میگیرین و شما هم پس بیاین برگردین ایران، برین تو زندان ساکت باشین، هیچ کسی هیچ کاری نکنه. این همون بهتون گفتم هم اول برنامه، در واقع یه چیزایی هست که توی ذهن همه ما کردن، حتی خود منم شاید اوایل که ایران رو ترک کرده بودم این تصور رو نداشتم که بسیاری از ایرانیایی که پیشتر از من و در دهه‌های گذشته ایران رو ترک کردن با چه زخم‌های ایران رو ترک کردن، با چه کولباری از ایران اومدن بیرون. من حتی خشم بسیاری از ایرانی‌های خارج کشور رو درک نمی‌کردم، نمی‌فهمیدم که چرا وقتی که توی دوره ما می‌رفتیم رأی می‌دادیم، امید داشتیم، پشت سر خاتمی می‌ایستادیم، چرا اینا اینقدر خشمگینن. می‌گفتم برای چه پنجه به صورت ما می‌کشین، از ایران اومدیم بیرون، زندگیتون داریم می‌کنین، بعد به ما که هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه انتخاب بکنیم بین بد و بدتر داریم پرخاش می‌کنیم. الان می‌فهمم، حالا تفاوتش اینه که من سعی می‌کنم عصبانی نشم، پرخاش نکنم، ولی آگاهی رسانی بکنم، اطلاع رسانی بکنم، پلتفرم بزرگتری درست بکنم توی همون رسانه‌هایی که آقای ظریف و آقای روحانی میرن، تو واشنگتن پست، تو سی ان ان، چنل 4، لومونت، فیگارو، ریپابلیکا، تو همین رسانه‌ها برم صدای این زنان داخل ایران رو به همون رسانه‌ها برسونم تا این در واقع ریاکاری و این بد و بدتری که سرانجام تبدیل میشه به فاجعه برای ملت در موردش اطلاع رسانی بشه. اتفاقا این اتفاق همین اخیراً افتاد که در یکی از برنامه‌ها ما بخشی از اون گفتگوی شما رو پخش کردیم، مربوط به گفتگوی شما با سی ان ان، که وقتی مقایسه‌ای بین تظاهرات مردم در ایران و جنبش 99% 99%ی ها در آمریکا یا جنبش اشغال وال استریت پرسشگر مطرح کرد، شما جواب دندان شکرین دارید. یه بار دیگه میخوام خودتون این جواب رو با بینندگانمون از زبان خودتون و به زبان فارسی البته این بار در میون بگذارید. اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم. من می‌خواستم اینو تاکید بکنم که برخلاف تصور حکومت که فکر میکنه ما بیرون ایران داریم نظام رو تضعیف میکنیم، می‌خواستم بگم اتفاقا بسیاری از طرفداران حکومت هم از رسانه‌های بین‌المللی استفاده میکنن، از رسانه‌های آمریکایی، از رسانه‌های انگلیسی، و با صدای بلند از حکومت دفاع میکنن. خود آقایونی که مثال زدم براتون در همین رسانه‌ای که من میرم مصاحبه میکنم و خیلی دیگه از روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی هم میرم مصاحبه میکنم، میرن و از همون رسانه‌ها استفاده میکنم. یعنی اگر آمریکا بده، رسانه‌های آمریکایی بدن، رسانه‌های انگلیسی بدن، چرا فقط برای مردم بدن و چرا برای حکومت مسئولین ما بد نیست؟ سوالی که از من پرسیده شد در تلویزیون دولتی ترکیه بود. از من سوال کردن، خب به هر حال میدونید دولت ترکیه و دولت ایران تو این شرایط چه خویشاوندی فکری میتونن داشته باشن. سوال این بود که چرا شما دارید الان بزرگنمایی میکنید اعتراضی که فقط در مورد فقر هست رو رفت میدین به نارضایتی مردم از کل حکومت؟ و من خیلی صادقانه توضیح دادم، گفتم من از دل این مردم میام، از دل جامعه ای میام که خودم هم امید داشتم به تغییر و میدونم که در سال 88 اگر در روز اول مردم شعار رأی من کجاست رو دادن و بعد که خشونت زیاد شد رأی من کجاست تغییر پیدا کرد، به زندگی من کجاست، کشور من کجاست و خواسته های بیشتری رو مطرح کردم و شعارها رادیکال تر شد، اما الان در ایران از همون روز اول در تظاهرات سراسری دیما شعارها رادیکال بود، شعارها دیگه شعارهای مذهبی نبود، شعارها شعارهایی که فقط تغییر کوچیک بخوان نبود، شعار از یک خستگی مفرط میاد، از یک خفقان و استبداد میاد. و خبرنگار ترکیه سوال کرد، یعنی اینطوری ادامه داد که خب مردم آمریکا هم خشمگین هستن از فقر، وقتی که مقابل وال استریت رفتن، جنبش وال استریت نشون میداد که بسیاری از مردم خشمگین علیه حکومت آمریکا حرف میزدن. من از خبرنگار یه سوال ساده پرسیدم، خب برای من مثال بزنید در جنبش وال استریت آمریکا چند نفر کشته شدن، در تجمعی که مقابل وال استریت صورت گرفت چند نفر زندانی شدن، و در ایران خود ما که الان شما دارید میگید به عنوان خبرنگار که این اعتراض فقط برای فقره، چند نفر کشته شدن؟ فقط در طول یک هفته خود حکومت ما اعلام کرده که بالای 4000 نفر رو زندانی کردن. در همین چند روزی که شما میگید اعتراض مردم فقط برای فقر هست، پس چرا 20 نفر رو کشتن؟ چرا شلیک میکنن به 20 نفری که غم نان دارن؟ اینها همه کسانی هستند که به خاطر شلیک شدن به مردم در دوره‌های مختلف
حالا مثل یک زنجیره به هم وصل شدن. براشون مثال زدم که قبل از راهپیمایی سراسری، قبل از ما ما مالبانی رو داشتیم که اعتراض کردن به خاطر اینکه ماها خودشون رو دکردن، ولی این مالباختگان بازخواست شدن، کتک بودن. ما معلمانی رو داشتیم که اعتراض کردن، آقای اسماعیل عبدی نماینده اونها تو زندان رفته، آقای رضا شهابی نماینده شرکت واحد الان کجاست؟ توی زندانه. و برای نگاری فقط مسئولین ما مصاحبه میکنه، در واقع این رو توضیح دادم که زنان ایرانی که اسیر فاشی اعتراض کردن زندان شدن، ولی کسی که اسیر فاشی کردن آزادن. بنابراین همه این راهپیمایی کوچکی که سرکوب شده بود و جدا جدا بود، مثل جزیره های سرگردان و پراکنده بودن، حالا همشون یه جا جمع شدن و در تظاهرات سراسری شعارشون فراتر از شعار مشکلات معیشتی بود. و مقایسه راهپیمایی که درش 4000 نفر زندانی میشن، بالای 20 نفر کشته میشن، در داخل زندان آدما خودکشی میشن، با تجمعی که در آمریکا برگزار میشه، به نظر من یک بحث کاملا انحرافی. بی‌نهایت سپاسگزارم. خانم علی‌نژاد، اشاره کردید به کشته شده های این حوادث، به نقشی که مادران اونها میتونن داشته باشن و نقش راهبردی که مادران خاوران یا مادران پارک لاله، گروه هایی که سالها داغ فرزندان از دست رفتشون رو زنده نگه داشتند و اون رو تبدیل به مهر بدنامی روی پیشانی حکومت استبدادی در ایران کردن، میتونن در این زمینه داشته باشن. میشه خواهش کنم بیشتر توضیح بدید؟ الان فیلم مثال عرض میکنم، مادر سهراب عرابی که این سالها بسیار پررنگ هم حاضر شد در عرصه ها، یا هر کدوم دیگر از مادرانی که عزیزانشون رو در این حوادث از دست دادن، امروز چه نقشی میتونن داشته باشن کنار مادران دیگر، یا حتی مثلا مادر ستار بهشتی که اخیراً ویدیویی از او اشک خیلی ها رو درآورده؟ خیلی سوال خوبی پرسیدیم. ببینید، من با بستگان دو نفر از کسانی که کشته شدن باهاشون حرف زدم، مصاحبه کردم و در دقیقه 90 احساس کردن که این مصاحبه ممکنه که امنیت و آرامش اونها رو زیر سوال ببره. خب این منو در واقع یاد روزهایی میندازه که توی سال 88 هم خانواده ها احساس ناامنی میکردن از اینکه بیان حرف بزنن. و من یادمه که وقتی با خانواده مسعود هاشمزاده که 30 خرداد 88 کشته شد حرف میزدم، یه نکته بسیار آموزنده و درس آموزی رو گفت که من خودم از اون بخش از سخنرانیش بارها استفاده کردم، فقط برای اینکه یاد بگیرم ازش و دیگران هم یاد بگیرن. گفته بود من بعد از سال 88 تازه وقتی مادران کشته شده های دهه 60 رو دیدم قدرت پیدا کردم و یاد گرفتم که چه کار باید بکنم، چجوری باید این مسیر رو طی بکنم. و تازه یاد گرفتم که فقط بچه های ما نبودن که کشته شدن و در دهه های قبلی هم مادران دیگه داغدار شدن. به هر دلیل مادر مادر. شما حتی اگر بر اساس آنچه که محسنی اژه‌ای الان داره ادعا میکنه و تمام معترضان رو داره معتاد معرفی میکنه، حتی اگر حرف جمهوری اسلامی درست هم باشه، هیچ حق ندارن کسی رو در زندان بکشن، حق ندارن کسی رو در خیابان بهش شلیک بکنن، بگن به خاطر اینکه اموال عمومی رو تخریب کرده یا مثلا اومده یک بانک رو آتیش زده، چون امکان نداره. امکان نداره در شرایطی که مردم یک فضای امن داشته باشن برای اعتراض، یه فضا، یک خیابانی داشته باشن که بدونن نیروهای ضد شورش بهشون حمله نمیکنن، بدونن کهریزک در انتظارشون نیست، بدونن که باتون نمیخورن، بدونن که گاز اشکاور نمیخورن، امکان نداره مردم بخوان واکنش تندی از خودشون نشون بدن. حکومتی که در خیابان خشونت میکنه، مطمئنن در زندان خشونتش بیشتر هست و راحتتر میتونه زندانیان رو سر به نیست بکنه و بکشه. در چنین شرایطی من فکر میکنم باز هم مادرانی که الان داغدار شدن نیاز دارن که به گونه‌ای به مادران دیگه‌ای که سالهای گذشته زخمی بودن و میدونن که این حکومت چه کار میتونه بکنه و چه ترفندهایی رو میتونه به کار ببره، شاید بتونن از اون طریق قدرت پیدا بکنن، همدیگر پیدا بکنن. حقوقدانای ما، من میبینم خانم نسرین ستوده و حالا بیانیه مشترکی که با سایر حقوقدانا دادن، به زیبایی دارن کار میکنن، با اینکه فضا براشون ناامن هست، برای اینکه شمشیر بالای سرشون هست و هر آن ممکنه احضار بشن، مثل آقای نجفی، یکی دیگر از وکلایی که وقتی افشا کرد که کشته شدن وحید حیدری در عراق خودکشی نبوده
وحید حیدری معتاد نبوده، وحید حیدری یک دستفروش زحمتکش بوده و همین اعلام علنیش از طریق آقای نجفی باعث شده که ایشون الان زندانی هستن. نسرین ستوده هم میدونه که این افشاگری هایی که داره الان این روزها میکنه معلوم نیست چه هزینه ای برای خود او خواهد داشت، ولی اومد به میدان و داره حمایت میکنه و داره از خانواده های کشته شدگان دفاع میکنه، بهشون صدا میده. به نظر من مادران کشته شده هایی که توی سالهای 88 کنار خانواده ها ایستادن و به اونها قدرت دادن الان میتونن نقش مهمی ایفا بکنن، حتی با یک بیان ساده، با یک دیدار ساده. بازم میدونم که فضاش ممکنه نیست، ممکنه خطر داشته باشه. همین الان مادر مصطفی کریم بیگی یکی از احکام خندداری که برای او بریدن این هست که در شبکه‌های اجتماعی هیچ فعالیتی نداشته باشه، یعنی مویه کردن، مرثیه کردن، گلایه کردن، گریه کردن برای پسرش در شبکه‌های اجتماعی هم حکومت رو به خطر میندازه و او رو ممنوع میکنه، تا چه برسه اینکه بخواد دیدار داشته باشه مثلا مادر وحید حیدری رو پیدا بکنه یا مادر سینا قنبری رو پیدا کنه. اما یقین دارم که این روزگار سیاهی که الان داره حکومت تحمیل میکنه به مردم تموم میشه. مادران قدرتشون خارق العاده است و من باور دارم که مادران میان و در مورد اتفاقاتی که براشون افتاده با قدرت بیشتری حرف میزنن، چون سکوت و همین حرف نزدن ها و همین سرکوب کردن ها باعث میشه که در واقع کهریزک هی تکرار میشه در برهه های مختلف. و البته تاکید میکنم مسئولیت فقط با مادران نیست. چهره های مشهور، چهره های سلبریتی که در بزنگاه های در واقع انتخاباتی میان و دعوت میکنن مردم رو که بیاین و رأی بدین، الان هم مسئول هستن. من گمان نمی کنم که بخوان مثلا با یه چهرهی که الان بین المللی شده مثل اصغر فرهادی یا آقای رضا کیانیان، ترانه علی دوستی، گمان نمی کنم اگر اونها بیان و پرسشگری بکنن که مادر سینا قنبری الان کجاست، بخوان حالی از او بپرسن، کمیته تشکیل بدن برای اینکه دلجویی بکنن از این مادران، گمان نمی‌کنم براشون خطری داشته باشه و بخوان کارشون رو از دست بدن. چون دلجویی کردن با انسان‌ها، دلجویی کردن با مادران در دورهای قبلی هم بوده. احساس من این هست که این دوره یک فاصله‌ای بین معترضان هست. معترضان شباهتی با بدنه در واقع سلبریتی و مشهور ندارن. معترضان یه خویشاوندی فکری ندارن با جامعه رسانه‌ای و این فاصله باعث شده که از هم دور افتادن. اگر بتونن این مادران رو پیدا بکنن و حرف بزنن، حلقه وصلی بشن، من فکر میکنم که زخم این مادران کمتر خواهد شد. بی نهایت ممنونم. از مادران صحبت کردیم، صحنه بسیار کوتاه ولی دردآوری از زجه های مادر ستار بهشتی، سکار خانم گوهر عشقی، که واقعا فکر میکنم صدای رسای قلب شکسته مادران عزیز از دست داده است رو میبینیم. برمیگردیم، تلفن استودیو رو هم دوستانم روی صفحه گذاشتن، خواهش میکنم اجازه بدید که سوالات شما رو هم با خانم النژاد در میان بگذاریم. صحنه ای از حضور مادر ستار بهشتی بر مزار فرزندش در کنار تنی چند از دیگر کوشندگان فرهنگ، از جمله دکتر ملکی نازنین که حضور ایشون افتخار جامعه دانشگاهی ایرانه. خانم النژاد، به شما برگردم. من وقتی این صحنه رو می‌بینم واقعا نمیتونم صحبت کنم. ببین، من فکر می‌کنم که باید اون روی مقاوم مادران رو هم نشون داد. به هر حال ما مادر ستار یه جاهایی حرفایی زد که از صد تا بیانیه سیاستمداران و روشنفکران ما قوی‌تر بود. مادر مصطفی کریم بیگی، مادر سهراب و خیلی از مادران دیگه که اساساً اسم فرزندانشون آمونه که باید در رسانه‌ها مطرح نشد. الان نکته‌ای که به ذهنم رسید بعد از پخش این صحبت‌ها این بوده که وقتی که علی مطهری
اون روزهای اول شروع کرد در مورد کهریزک حرف زدن، خب همه بهبه و چهچه کردن، ولی بعدش این پرونده بسته شد. اصلا کنار در مورد مادر ستار بهشتی وقتی علی مطهری تلاش کرد حرف زد، همه بهبه و چهچه کردن، یعنی از یک زخمی یک جماعتی قهرمان شدن و بعد این پرونده بسته شد. اما این روزها ما میبینیم که روزنامه‌نگارایی که سال 88 زندانی شدن، اساساً جرمشون هم ارتباط با خانواده‌های زندانیا بود، جرمشون هم افشای پرونده کهریزک بود، باز اومدن و شجاعانه دارن در مورد کهریزکی که تکثیر شده، در مورد کشته شده‌های تظاهرات سراسری دی ماه 96 هم دارن اطلاع رسانی میکنن، مثل مهدی محمودیان، مثل مسعود باستانی. و خب این من فکر می‌کنم حداقل توی تلنگر باشه برای جامعه رسانه‌ای ما که این پرونده‌ها رو توی دوره‌ای نبنده، به خاطر اینکه همین دو نفری که زندانی شده بودن پرونده‌شون دیگه بسته شده بود، برای همکاران خودشون هم بسته شده بود، اما اینا چون این زخم رو با خودشون دارن نمیتونن الان بی‌تفاوت باشن. بنابراین فکر می‌کنم که یکی از دلایلی که کهریزک تکرار شده به خاطر این هست که بله با آمران برخورد نشده و فقط عاملان رو، حالا جریمه 200,000 تومانی بود چقدر شد، و با چند نفری که عامل کهریزک بودن برخورد شده، اما با آمران هیچ برخوردی صورت نگرفته و این پرونده به بایگانی سپرده شد. این یه دلیلش هست، اما دلیل مهمترش به بایگانی سپردن این پرونده ها توسط خود روزنامه‌نگاران هست. من یادمه که وقتی در مورد کهریزک یه مستند کوتاه دیگه ساخته بودم که خب حالا در مورد هیچ مناسبتی نبود، یا مثلا در مورد پرونده سعید زینالی، من یادم بر مصاحبه‌ای کردم با مادرش که مناسبت خاصی نداشت. باورتون نمیشه من چقدر کامنت گرفته بودم که الان به چه مناسبتی همچین کاری رو کردی؟ خب می‌خواستی ظریف رو تو فشار قرار بدی، می‌خواستی الان در آستانه سفر نمیدونم مذاکرات هسته‌ای، این میدونید، یعنی ما احساس میکنیم که این اتفاقا فقط بعد هر سال سالگردش که میشه در موردش حرف بزنیم، و این رو هنوز نپذیرفتیم که وقتی یه پرونده‌ای کشف نشده، به فرجام نرسیده، همچنان به روز هست و باید در موردش هر روز حرف زد و پرسشگری کرد. الان هم مادرانی هستن که سوال دارن، شاید نتونن از طریق خبرنگارای بیرون ایران این کارو بکنن، من بازم میگم یقین دارم که از طریق حقوقدانای مسئولی که داخل ایران هستن، یا همین کمیته‌ای که مسئولانه داره پیگیری میکنه، یا از طریق خود مادران دیگه‌ای که این سالها تجربه کردن، مطمئنم رازهای پشت پرده خودکشی شدن زندانیان تظاهرات سراسری به زودی افشا خواهد شد، بیشتر از این چیزی که الان ما قطعا همینطوره. خانم نژاد، یه بحث دیگری وقتی صحبت از آمران میکنید، بحث حاکمیت مطرحه. برخی خصوصا شخص علی خامنه‌ای سعی میکنه همه حوادث داخل کشور رو در قواره دولت محدود کنه، مردم در خیابان شخص علی خامنه‌ای رو محکوم میکنند و خطابشون در شعارها به اوست، مرگ یا ننگ رو به او نسبت میدن و خواهان سرنگونی او هستند. برخی کنشگران سیاسی دست نیروهای پشت پرده در قدرت از دفتر آقای خامنه‌ای تا فرماندهان سپاه رو درگیر در این ماجرا میبینن. فکر میکنید واقعا آمران اصلی سرکوب مردم کیان؟ نکته‌ای که بهش اشاره کردیم در مورد اینکه چرا شعارهای اصلی و اولیه که در مورد مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتوری هست در واقع نشنیده گرفته میشه و حتی خود حکومت هم تلاش وافر داره، از جمله تریبون‌های امامان جمعه رو وقتی شما باز باشه گوش میکنید، گاهی وقتا سعی میکنن همصدا باشن با مردم و همون بخش فقر و مشکلات اقتصادی رو پررنگ بکنن و بگن این اعتراضات متوجه دولت روحانی هست. خب من فکر میکنم که در تمام سالها این گونه بوده، یعنی همین سال 88 هم وقتی روزهای اول شعار رأی من کجا تبدیل شد به مرگ بر دیکتاتور و شعارهای بزرگتری رو میدادن، دوباره سعی کردن رسانه‌هایی که در اختیار بود و حتی تریبون‌های نماز جمعه دوباره فعال شده بودن تا نشون بدن که این اعتراضات ربطی به خود کل حکومت نداره و یک اختلاف در واقع بین جناحی و به قول خود آقای خامنه‌ای اختلاف خانوادگی هست. اما این دفعه این اتفاق نمیتونه بیفته، به این دلیل که همون روزهای اول، حالا البته وال استریت جورنال هم در مورد این قضیه مقاله نوشته، روزهای اول مال باختگان رو یکی از بستگان نزدیک کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای تهران که عضو جبهه پایداری هم هست، براشون یک کانال تلگرامی درست میکنه و دعوتشون میکنه که یه تجمعی تو مشهد داشته باشن. به محض اینکه اولین تجمع در مشهد برگزار میشه، اساساً کنترل این راهپیمایی از دست برادر
یکی از بستگان آقای کریمی قدوسی و حالا جبهه پایداری که پشتش بوده از دست اونا خارج میشه. من فکر میکنم هیچ کسی نمیتونه اینو رد بکنه که در تمام این مدت هم خود آقای خامنه ای، هم آقای علم‌الهدا و هم بخشای دیگه ای از اصولگرا دنبال این بودن که از مشکلات معیشتی و نارضایتی اقتصادی یک بستری برای اعتراض به دولت به وجود بیارن، ولی خیلی زود شعارها به سمت دیکتاتوری، به سمت روحانیت و به سمت کل سیستم سرکوب و حکومت پیش رفت. بنابراین من فکر میکنم که دیگه هم برای رسانه‌های بین‌المللی این واضح هست، هم برای خود حکومت، هم برای خود آقای روحانی و هم برای خود آقای خامنه‌ای کاملا این روشن هست که اعتراضات خیلی خیلی فراتر از اعتراض به دولت آقای روحانی هست یا اعتراض به احمدی نژاد هست. چون همونجوری که میدونید خود اصلاح طلبان هم تلاش کردن که کل اعتراض رو رد بدن به اینکه یا احمدی نژادی‌ها پشت سر این هستن یا مریم رجبی ها هستن و یا سلطنت طلبا هستن. این نکته بود که جمیله کدیور مطرح کرد. از طرفی خود خانم معصومه ابتکار هم که کلا نقش عربستان رو در این تجمعات و اعتراضات پررنگ کرد. آقای خامنه‌ای هم تو موضع‌گیری که کرد گفت بله یه سری از مال باختگان اعتراض دارن، بنابراین نارضایتی مردم از عملکرد دولت روحانی رو فقط به عنوان یک ابزار دلیل اعتراض و تظاهرات سراسری بیان کرد. وقتی نگاه میکنیم میبینید یه توپی الان این اعتراض که از همه طرف دارن شوت میکنن، هم جناح‌ها و جریان‌های داخل ایران و هم بخشی از اپوزیسیون هم همینطور، بخشی از روزنامه‌نگاران هم همینطور دارن این بدنه ناراضی رو به سمت همدیگه شوت میکنن و هیچ کسی نمیخواد بفهمه که، البته آقای قدیانی جمله خیلی جالبی گفت که این یه جنبش ریشه دار اعتراضی هست، جنبش جان به لب رسیدگان، جنبشی که همونطور که اول مصاحبتونم گفتم تکه تکه بود، جدا جدا بود، جزیره های سرگردان بودن و همه تجمعهایی که در جاهای مختلف سرکوب و سانسور شده به همدیگه رسیدن و حالا هم نان میخوان، هم آزادی میخوان، هم کار میخوان، هم یک فضای امن و یک فضای آزادی میخوان برای اینکه خودشون رو بیان بکنن بدون اینکه سرکوب بشن، بدون اینکه کشته بشن. بنابراین بازم تاکید میکنم در تمام این روزها آنچه که شنیده نشد این بود که الان این اعتراضاتی که ادامه داره و ممکنه دوباره از یک جای دیگه ایران شروع بشه و دوباره مثل یک آتش فشان فوران بکنه، چه کار میخوان براش بکنن؟ چه برنامه‌ای دارن؟ چیزی که ما بهش در مورد حرف نمیزنیم همینه که این خشم وجود داره، ترسش هم وجود داره در دل حکومت و ترجیح میدن به همدیگه پاس بدن، به همدیگه شوت بکنن، تقصیر رو بندازن توی زمین هم دیگه، اما در مورد این حرف نمیزنن که صدای این اعتراض رو چطور میخوان بشنون و چه راهکار و راه حلی براش دارن. خیلی نکته مهمی رو مطرح کردید. دقیقه خیلی کوتاهی به پایان برنامه‌مون فرصت مونده چون میخوام بخشی از همون صحبت‌های زنان ایرانی رو در تایم بلندتری که همکارانم آماده کردن در اتاق فرمان هم بشنویم در پایان همین ساعت گفتگومون. ولی اشاره کردید به این که خب این صدای خشم شنیده نشده. اولا یه سوال دارم خانم علی نژاد، با توجه به ارتباطاتی که داخل ایران دارید، ارتباطاتی که من دارم در حد همین فیلم‌ها یا مسائلی که میاد نشون میده که این اعتراض‌ها و تظاهرات‌های سراسری به اعتصاباتی تبدیل شده، فروکش نکرده به دلیل جو پادگانی مسیرهاش تغییر کرده یا به کانال‌های به عبارتی ایمن‌تر منتقل شده، از جمله درخواستی که مردم برای حضورهای خیابانیشون میدن در همین اسکای همین امروز چهارشنبه که خیلی‌ها بر اساس اونچه که در حال حاضر کانال‌های مختلف من می‌بینم اینطور در حقیقت مطرح میشه. اما نکته مهمی که برام مطرح هست این هست که آیا فکر میکنید واقعا با فقط اعتراض کردن کار تمام میشه؟ این مردم اگه بیان تو خیابون چهار تا شعار بدن برگردن خونه سفرهشون پر از نون میشه؟ اصلا این حکومت، این چهارچوب و ساختاری که الان در کشور حاکم هست توانایی پاسخگویی به مطالبات مدنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مردم رو داره؟ این حکومت میگذاره زن ایرانی بدون چادر بیاد بیرون؟ این حکومت میتونه تأمین کنه حقوق از دست رفته کارگر ایرانی رو، آزادی های از دست رفته من و شمای روزنامه نگار رو؟ به شما رسانه ای همین حکومت میده که برگردی ایران بشینی کار روزنامه نگاری تو بکنی؟ بسیار عالی، سوال به جای پرسیدین. اما همه اینها رو ما نسبت بهش آگاهی داریم. تا زمانی که مطالبه محور نباشیم، تا زمانی که ما پرسشگری نکنیم، تا زمانی که اعتراضی وجود نداشته باشه که اساساً حکومت هم خودش رو پاسخگو نمیدونه، جامعه جهانی هم هیچ گونه دخالتی نخواهد کرد.
بذارید خیلی صریح بگم در مورد دخالت جامعه جهانی که چقدر ما رو متهم میخوان بکنن به اینکه شما دارید کشور رو تضعیف میکنید، شما دارید از کشورهای غربی و بیگانه میخوان که بیان در امور داخلی دخالت بکنن. این بزرگترین خطاست. جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه به اتحادیه اروپا، باید پاسخگو باشه به گزارشگر ویژه سازمان ملل، باید پاسخگو باشه و بر اساس استانداردهای بین المللی همون جوری که در مجامع بین المللی حضور پیدا میکنه و دروغ میگه، باید در مورد نقض حقوق بشر پاسخگو باشه و این وظیفه تک تک ماست. کسانی که میرن اعتراض میکنن قطعاً فقط به همین راحتی نیست که کسایی برن در داخل ایران اعتراض بکنن، قربانی بشن، کشته بشن، سرکوب بشن و همینجا تموم بشه. نه، وظیفه تک تک ما هاست که این امتداد این صدا رو منتقل بکنیم به همون کسانی که مثل خانم فدریکو موگرینی که وقتی وارد ایران میشه با آقای ظریف دیدار میکنه، خانم کاترین اشتون با خانم نرگس محمدی دیدار کرد، با مادر ستار بهشتی دیدار کرد، ولی به محض اینکه از ایران خارج شدن چه اتفاقی افتاد؟ سرکوب بیشتر شد. نرگس محمدی به خاطر همون دیداری که با خانم کاترین اشتون داشت حساب پس داد به دستگاه قضایی ایران. ما باید بپرسیم، وقتی الان خانواده ها نمیتونن، وظیفه ماست که پرسشگری بکنیم. چرا ما متهم میشیم به اینکه داریم بیگانه رو دخالت میدیم در امور داخلی کشور ما، در حالی که کشور ما پاش در امور داخلی تمام منطقه هست؟ یک. دوم، از انقلابیونی ما حرف میزنیم که پیش از انقلاب خارج کشور تلاش میکردن تا نهادهای بین المللی و حقوق بشری رو وادار بکنن که در مورد نقض حقوق زندانیان در رژیم گذشته بیانیه بدن. اگر درست بود آن کار، چرا الانی که در کهریزک و کهریزک ها آدم کشته میشه، کار ما غلطه که مجامع جهانی رو دعوت بکنیم تا صدای در واقع مردم ایران رو بشنوه و راجع به نقض حقوق بشر واکنششون بده، بیانیه صادر بکنه؟ تمام دیپلمات های ما باید پاسخگو باشن. صدا و سیما باید تحریم بشه. به جای اینکه مردم ایران رو تحریم بکنن، به جای اینکه محدودیت ویزایی برای مردم و دانشجوها ایجاد بشه، باید کسانی که تصمیم گیر هستن، دیپلمات های ما، تحت فشار قرار بگیرن. شما نگاه بکنید، همین الان آقای نوبخت، آقای جهانگیری، خانم ابتکار، آقای مهاجرانی، تمام کسانی که از دولت فعلی دارن دفاع میکنن و ما رو متهم میکنن که داریم از کشورهای خارجی میخوایم که بیان در امور داخلی ما دخالت بکنن، فرزندانشون کجا هستن؟ در همین کشورهای خارجی هستن. از آزادی ها و دموکراسی کشورهای غربی استفاده میکنن فرزندان همین انقلابیون و همین سیاسیون ما، ولی بعد به ما میگن شما خارج کشور هیچ حرفی نزنید، سکوت مطلق بکنید. همه اینها کسایی هستن که خارج کشور بسیار تلاش کردن، بسیار نقش داشتن تا مجامع جهانی رو به اتحاد و انسجام نظر برسونن که حقوق زندانیان داره در زندانهای رژیم گذشته نقض میشه. اما الان سکوت مطلق کرد. الان اسم تک تک معترضان رو گذاشتن عرض الاوباش. معصومه ابتکار که خودش از دیوار سفارت بالا رفت. و چیزی که من الان میگم حرف و خبری نیست که من برای اولین بار گفته باشم. در مجلس شورای اسلامی اعلام شد که معصومه ابتکار وقتی در شورای شهر بوده لیست و اطلاعات مربوط به کشته شدگان رو سال 88 رو افشا کرد، منتشر کرد. خانم ابتکار همون زمان اومد مطلب نوشت و اعلام کرد بله من این کار رو کردم، برای اینکه خانواده ها می اومدن در شورای شهر با ما درد دل میکردن و من میخواستم به اونها کمک بکنم. چه شد که الان معصومه ابتکار معترضان انگ عربستانی بودن میزنه؟ به خاطر اینکه الان خودش در قدرته. پس اگر من در مورد این قضیه حرف میزنم، فقط برای اینه که هیچ سیاستمداری حق نداره از کشته شدن شهروندان، از زندانی شدن شهروندان به عنوان یک پله و ابزار برای زدن رقیب خودش استفاده بکنه. خود من یه زمانی قهرمان همین اصلاح طلبانی بودم که الان دارم به من میگن سکوت، تو نمیدونم رفتی خارج از کشور، تغییر کردی، عوض شدی، نمیدونم ابزار دست بیگانه قرار گرفتی. برای من نقض حقوق بشر نقض حقوق بشره، فرقی نداره. من همون موقع که احمدی نژاد در قدرت بود، وقتی میدیدم آدما رو زندانی کردن، کشتن، در مورد اینا اطلاع رسانی میکردم، الانم هم در مورد همین چیزا اطلاع رسانی میکنم و برای من فرقی نداره چه کسی در قدرت باشه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم آقای جلالی پور الان به معترضا میگه کرکس، خانم ابتکار، خانم کدیبر، آقای مهاجرانی، همه اینایی که به اعتراض به معترضان انگ زدن و خواستار اشد مجازات شدن، کسانی هستن که در سال 88 خودشون مورد اتهام همین حکومت بودن، ولی به محض اینکه در قدرت قرار گرفتن و الان کنار دولت روحانی هستن سکوت کردن و فقط به امام جمعه تهران اعتراض میکنن آقای صدیقی که چرا شما به معترضان گفتی آشغال؟ خب آقای روحانی مگه چی گفت؟ آقای روحانی گفت اینها اقلیتن که قابل جمع کردنن،
مردم رو که جمع نمی کنن، زباله ها رو جمع می کنن. پس آقای روحانی حرفی رو زد که آقای صدیقی امام جمعه تهران بدون سیاست و بدون روتوش گفت. فکر می کنم در شرایطی که الان شما سوال می کنید آیا اعتراضات به جواب به نتیجه می رسه، معلومه که نمی رسه. این اعتراضات زمانی به نتیجه می رسه که هممون مکمل همدیگه باشیم، امتداد صدای هم باشیم، نهادهای بین المللی رو به جایی برسونیم که مسئولین کشور ما، دیپلمات های کشور جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن و ازشون سوال بکنن باید خواستار آزادی سریع تمام زندانیان بشن. چرا شما الان هیچ صدایی از خانم فدریکا موگرینی نمیشنوید؟ اما زمانی که برجام و توافق هسته‌ای صورت گرفت، بسیاری از ایرانیان حمایت کردن از توافق هسته‌ای، اما نه با این دلیل که توافق شهروندی زیر پرونده هسته‌ای دفن بشه. من میدونم که دارم زیاد حرف میزنم، ولی میخواستم تاکید بکنم که در درجه اول صدای مردم باید به گوش سازمان ملل و جامعه جهانی برسه و دیپلمات‌های ایران جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که در مورد کشته شدگان، زندانیان، سرکوب مردم ایران و در مورد همین دختر خیابان انقلاب پاسخگو باشن که الان کجاست و تا کی میخوان با سرکوب و زندان جواب اعتراض مردم رو بدن. بی نهایت ممنونم مسیح النژاد. یک سوال یک جواب، آره یا نه، حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شدنی است؟ تا زمانی که مردم اعتراضی نکنن، مطالبه ای نداشته باشن، نه. ولی اگر مردم متحد باشن به جای اینکه پنجه به صورت همدیگه بکشن، انگشت اتهامشون از سمت همدیگه بردارن و به سمت اون حکومتی ببرن که اگر قرار باشه زندانی بکنه هممون رو زندانی میکنه، به نظر من ما موفق میشیم که یک سیستم سرکوب رو جابجا بکنیم با یک حکومت سکولاری که پاسخگو باشه. ما هممون سرماخورده یک زمستونیم. ولی نگاه بکنید ببینید چی کار داریم میکنیم. به جای اینکه الان در این شرایط متحد باشیم و انگشت اتهامون به سمت حکومت زورگو باشه، خیلی وقت داریم پنجه به صورت همدیگه میکشیم. درست. به نظر من زمان این حکومت میره و جاش یک حکومت پاسخگو میاد که ما شهروندان هم یاد بگیریم کار گروهی کردن و احترام گذاشتن به همدیگه رو. بی نهایت ازت متشکرم و اجازه ازت میخوام که دقایق باقی مانده، ده دقیقه باقی مانده از این برنامه رو بسپاریم هر دو به زبان گویای زنان جامعه ایران که برای کمپین چهارشنبه های سفید فیلم هاشون ارسال کردن. همکاران من هم این فیلم ها رو به هم پیوستند تا این 10 دقیقه رو شنونده صدای زنان ایرانی باشیم. مسیح النژاد در نیویورک، سپاس از اینکه دعوت من رو قبول کردی. خیلی متشکرم از دعوت شما. ممنونم. بیننده ی ادامه برنامه چشم‌انداز باشید. ماشینم یک هفته خوابیده، 2 ساله میشه اما ادامه دادم. الان خوشحالم که با شما همراه میشم، امیدوارم همه به ما بپیوندن. الان چند تا خانوم و چند تا آقا منو تشویق کردن، گفتن میرن لباسی سفید میپوشن با امید آزادی، پیروزی، خوشبختی برای همه. مرسی مسیح جان. چهارشنبه است و من دوباره با پوشیدن نماد سفید همراه با شوهرم از کمپین چهارشنبه های سفید
حمایت میکنیم و برای گفتن نه به حجاب اجباری. میخواستم به اونایی که ما رو خطاب قرار میدن و فحاشی میکنن و به شوهرها و پدرهای ما میگن که بی غیرت هستن به منظور اینکه اختلاف تو خانواده ها به وجود بیارن، بگم که معنی غیرت رو بد متوجه شدیم. شوهرهای ما انقدر غیرت دارن که پشت ما وای میسن و با ما از حقوق ما دفاع میکنن. از همه دوستان و کسایی که با حجاب اجباری و با اجبار و خفقان مخالفن میخوام که همراه بشن، شال و روسری سفید سرشون کنن به امید روزی که چهارشنبه ها تمام شهرامو سفید بشه. ممنون. اعتراض علیه حجاب اجباری، این حرف تنها من نیست، حرف تمام مردم ایرانه و به نظر من حجاب اجباری یک جور توهین به حتی مردهای سرزمین من میشه که انگار اونها اگر که موهای ما رو ببینن تحریک میشن. اینجا هم روبروی کلانتری 16 احمد آباد هست که من به شما نشون میدم. از تمامی شما سپاسگزارم. موفق باشین. خدا نگهدار. به امید پیروزی. سلام و درود عرض میکنم به بانوان سرزمینم. من هم به نوبه خودم به کمپین چهارشنبه سفید پیوستم و خواستم بگم که منم پاهای شما از حقوق ضایع شدهتون دفاع میکنم و عرض کنم خدمت اون دسته از خانومایی که فکر میکنن مثلا اگر کسی حجاب نداشته باشه به حجابی که اونا دارن لطمه میخوره. نه عزیز من، شما با حجاب کسی کار نداشته باشین، کسی هم با حجاب شما کار نداره. اگه میشه مردم رو به زور برد بهشت، اگه میخوایم بریم جهنم به خودمون مربوطه. شما هم دوست داریم بریم بهشت، بریم بهشت. و اینکه کسی تو قبر کسی دیگه نمیذارم. تن مسیح جان، من از اصفهان دارم و صدفی میگیرم از زنجیرشهر. من و خواهرم امروز به کمپین چهارشنبه سفید پیوستیم. سلام، منم به کمپین چهارشنبه سفید پیوستم به امید روزی که بتونیم آزادی داشته باشیم و اونجور که دلمون میخواد بگردیم. عاشقتم. باور کنید ما نه مخالف رژیمی، نه مخالف شخص خاصی هستیم. ما فقط مخالف حجاب اجباری هستیم. ابتدایی ترین حقوق انسانیمون که حق انتخاب نوع پوشش رو میخوایم. همین. این فیلمو میگیرم برای کمپین آزادی های یواشکی. سلام، من این ویدیو رو از خرم شهر دارم برای شما میفرستم. میخواستم بگم که طرفدارای روسری سفید یا ضد حجاب اجباری ها هم اینجا کم نیستن. امیدوارم که هممون با همدیگه از سر تا سر ایران بتونیم کمک کنیم و این قانون مسخره حجاب اجباری رو برداریم. دوستدار همتون هستم از هر جای ایران که هستید.
میخوام بدونم حق من این بودش که یکی از ارگان های ویژه بزن با چوب بتون بزنن تو سر من. حق مردم مستند اخو اینطور میدن؟ هرکی حق امام حسین برای حق رفت، برای حق شهید شد. آیا میخوام بدونم حق اینه؟ حق کتکست. یه زن همه بتونم بزنن. یه خانمی که تو خیابون 13 آذر تو سرشو زده برای اعتراض.